سلام مردم خبری ها امیدوارم که حالتون خوب باشه یه سری خبرها و هاشی های ورزشی رو امروز با هم مرور میکنیم میریم سراغ اولین خبر درباره فوتسال سپهر محمدی دروازبان تیم ملی فوتسال ایران و باشگاه گیتی پسند اسفهان بالاخره بعد از هفت سال رضایت نامش رو از تیم اسفهانی گرفته و آزم لیگ روسیه میشه با تیم گازپروم این کشور قرارداد بسته گفته که به مدت یک سال این قراردادش و اگر توافق کنه این قرارداد میتونه بیشتر هم بشه خب محمدی تقریبا به نظر میرسه که سومین لژیونر فوتسال ایران باشه بعد از حسین طیبی و یه بازیکن دیگه ای که فکر می در لیگ چین یا روسیه از همین تیم گیتی پسند رفته و داره اونجا بازی میکنه سپهر محمدی خب سابقه خوبی داره و همراه با تیم ملی فوتسال ایران عنوان سوم رقابت های جهانی رو به دست آورده با تیم گیتی پسند اسفهان هم دوبار قهرمان جام باشگاه های آسیا شده تیم گازپروم روسیه هم سابقه قهرمانی در جام باشگاه های اروپا رو در کارنامش داره امیدواریم که محمدی بتونه در لیگ روسیه هم مثل لیگ ایران و عرصه بین و خوش بدرخشه خبر بعدیمون درباره کاراته است. کاراته ایران 19 نفر رو فرستاده بر برای مرحله دوم لیگ برتر جهانی کاراته وان در ژاپن. از این 19 نفر خیلی نتایج خوبی به دست نیومده. خب از دیروز مسابقات شروع شده. کادر فنی و فدراسیون هم التیماتوم داده بود به کاراتکا که خب این فرصت آخریه که میتونن خودشونو نشون بدن امتیازاتشون ارتقا بدن در رده بندی المپیکی خب چند تا فرصت دیگه باقی مونده ولی چون هزینه ها هم خیلی بالاست خب فدراسیون هم قدرت پرداخت این هزینه ها رو نداره چون ملی پوشا هر چند وقت یه بار یه اعزامی دارن برای جمع کردن امتیازات المپیکی تا به حالم خوب اعزام شدن تقریبا تو همه مسابقات شرکت کردن اما این بار نتایج خیلی دلچسب نبوده دیروز در مسابقات دیروز ما اصلا از در بخش بانوان فینالیست نداشتیم در بخش آقایون فینالیست نداشتیم فقط مجید حسنی و علی بهمن اسکری تونستن شانس مدال داشته باشن بیان بالا اما نه در فینال در بخش ردوندی این شانس رو دارن در بخش بانوان هم فقط خانم سارا بهمنیار رسیده به فینال بقیه ورزشکارا مثل مهدی قراری زاده، سید علی کریمی، امیر مهدی زاده، قهرمان جهانمون هستش، مهدی خدا بخشی، علی اصغر آسیابری و همچنین ورزشکارامون در بخش کاتا، عبالفز شهرجردی و فاطمه صادقی اینا همه حذف شدن و شانسی برای کسب مدال و ارتقای رنکینگ ندارن البته امروز صبح هم الله پورشه کاپیتان تیم ملی کشورمون رسیده به بازی فینال فکر میکنم تنها فرصتی که برای اینکه مدال هامون رو افزایش بدیم توی این مسابقات توی سنگین وزن هست بعد منتظر نتایج سجاد گنجزاده و حمید عباسالی بمونیم امیدواریم که اینا بتونن حداقل ارزش مدالی ایران رو بیارن بالا و برسن فینال تا حداقل تعداد مدال هامون در بخش طلا یا نقره افزایش بده کنیم و فعلا دو تا فینالیست داریم دو نفرم شانس دارن که مدال برنز بگیرن حالا ببینیم در ادامه چه اتفاقی برای کاراته میفته فردا هم این مسابقات به پایان میرسه بله اظهارات جالب آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره بیرانون خب بیدونین دیگه بیرانون یه حرکت عجیبی در موقع, موقع ورودش نیمه دوم بازی تراکتور و پرسپولیس یه حرکت عجیبی داشتش که دور از چشم داور موند اما خب بعد اون فیلم هایی که به دست اومده باشگاه پرسپولیس و بله باشگاه پرسپولیس در بیانیه عذرخواهی کرده گفته که قصدی نداشته بیرانوند نمیخواسته و تماشاگر رو تحریک کنه و از این داستان آقای تاج گفتن که همین که باشگاه پرسپولیس و بیرانوند عذرخواهی کردن کافی نیازی به محرومیت بیرانوند نیست فکر کنم چوب خط بیرانوند پر شده از پارسال یکی دو تا رفتار غیر حرفه‌ای وجود داشته و چند باری رفتن کمیته انضباطی اما از یک دروازه‌بان ملی پوش دروازه‌بان حرفه‌ای که ادعای پیوستن به لیگ‌های اروپایی و خارجی رو حداقل داره بعیده که این حرکات رو در زمین مسابقه یا در خارج از زمین مسابقه انجام بده. باید یه فکری در این باره بکنه. بله خبر آخرمون هم درباره برانکو سرمربی موفق و سابق باشگاه پرسپولیس که تو لیگ امسال ام یه خورده بی سر و صدا بدون خدافزی رفت اما در ایران با سر و صدا شد دیگه بالاخره برای باشگاه پرسپولیس رفت عربستان با تیم الاهلی قرارداد امضا کرد ولی انگار خیلی جالب نیست شرایطش در الاهلی و مثل روزایی که تو پرسپولیس خوش بود و هوادارام دوستش داشتن و حسابی برای پرسپولیسیا جام آورد اونجا خیلی دوستش ندارن بعد از اینکه الاهلی از الهلال باخت و از لیگ قهرمانان آسیا مرحله دوم حذف شد الاهلی تساوی و یه باخت و اینام در لیگ عربستان داشت که چندان به مزاق مدیران باشگاه الاهلی خوش نیامده امروز مدیرامل باشگاه الاهلی مصاحبه کرده با روزنامه الریاضه گفته که درسته ما یه اختلافاتی داریم اختلافاتشون در واقع علنی شده با این مصاحبه یه اختلافاتی با برانکو داریم ولی در حد زد و خورد نیست انگار قراره که بزنن این سرمربی رو خب عربا خیلی طاقت ندارن که بعد البته بعضی از باشگاه عربی طاقت ندارن که شاهد نتایج ضعیف تیمشون باشن خب خبرهای امروزمون با این چند تا به پایان رسید هفته خوشی رو براتون آرزو دارم خداحافظ